سلام دوستان، من شهرام هستم، با دفتر وکالت آقای کوتیس موریسون و رافائل لورینا کار میکنم. این دفتر 3 پرونده در دادگاه‌های آمریکا فایل کرده که مربوط به برندگان لاتاری 2021 هست و این 3 پرونده عبارتند از جیکوب وی اس بایدن، رای وی اس بایدن و گودلک وی اس بایدن که در ابتدا من اجازه میخوام که در مورد پرونده جیکوب وی اس بایدن اطلاعاتمو باهاتون شیر بکنم. قاضی این پرونده قاضی چن هستند که درخواست تعدادی از شاکی‌های این پرونده را که دنبال ویزاهای خانوادگی بودند رو نپذیرفتند و از پرونده خارج کردند و فقط 380 نفر برنده لاتاری رو در پرونده نگه داشتند که قرار شد این تغییر در دادخواست تا 22 جون به ایشون ارائه بشه و در جلسه استماع 15 جولای به اون رسیدگی بشه. خبر خوبیه برای برنده های لاتاری 2021، چون که میتونن از این پرونده تسکین بگیرن و رأی خوبی از این نظر بهشون برسه. فقط موضوعی که هستش اینه که در درگیری که از شاکیان خود پرونده جیکوب انجام شد، اینا رأی دادن به این که تمام شاکیایی که در پرونده های دیگه شرکت کردن از این پرونده خارج بشن و از این پرونده منتفع نشن، که منطقش هم اینه که پرونده دومی که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم پرونده رای وی اس بایدن هست که در مارچ 2021 فایل شد و در مورد محدودیت ویزا در منطقه شنگن هست. بعد از فایل کردن پرونده، وزارت امور خارجه آمریکا سیاستش رو عوض کرد و دارندگان ویزاهای مهاجرتی رو از شنگن بند استثناء کرد. در نتیجه مشکل بخشی حل شد، ولی بخش دیگه‌ای که هنوز موفق به دریافت ویزا و انجام مصاحبه نشده بودن کماکان موندن و در نهایت در تاریخ 10 جون قاضی چوتکان که قاضی این پرونده هستن به آقای رافائل اورینا قول مساعد دادن که در اولین فرصت دستور موقت صادر میکنن و ما منتظر هستیم که این دستور صادر بشه. ولی این پرونده کلاس اکشن نیست و فقط شاکیان خود پرونده از این قضیه منتفع میشن. خب سومین پرونده‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنم پرونده گودلک وی اس بایدن هست. این پرونده مانند هیچ دادخواست دیگری نیست. 11,000 تا برنده لاتاری 2021 در این پرونده شرکت کردن که به اتفاق همراهانشون بالغ بر 24,000 نفر میشن که از 141 کشور جهان هستن. این پرونده به قاضی مهتا واگذار شد و در تاریخ 16 جون ما درخواست دستور موقت کردیم از ایشون و ایشون به طرفین دعوا دستور دادن که این قضیه را از طریق بحث و مشورت و تبادل نظر تا یه جایی ببرن جلو که در دادگاه بشه به نتیجه بهتر و زودتری رسید. مشخصا شاکیان پرونده دنبال این هستن که این قضیه زودتر به نتیجه برسه، ولی ما انتظار نداریم که با وکلای دولت به توافق برسیم و این قضیه در نهایت در دادگاه تصمیم گیری خواهد شد با برگزاری جلسه استماع یا بدون اون. این نکته های اهمیته که قاضی مهتا در مورد برنامه لاتاری به شدت آگاه هستند و ایشون بودن که پارسال هم به برندگان لاتری 2020 که آقای کوتیس موریسون و رافائل اورینا نمایندگیشون میکردن رأی خوبی دادند و در نهایت هم در آخرین روز سپتامبر 2020 9095 تا ویزا رو رزرو کردن که البته هنوز صدور شروع نشده و ما منتظر هستیم که بعد از صدور رأی قطعی ایشون این روند هم شروع بشه. همچنین ایشون در حد دقیق Hi, this is Curtis Morrison. If you like this video, like and subscribe. Thank you.